سرخط مهمترین ها ارسال 750 تن کمک بشردوستانه از ترکیه به کابل. طالبان برای ایجاد یک ارتش بزرگ در افغانستان تلاش میکنیم. بسته 32 میلیون دلاری کمک های نقدی به کابل رسید. استخبارات جبهه مقاومت در درون حکومت مرکزی طالبان نفوذ کرد و قتل عام طالبان در پروان. مشروع خبرها، گزارشی از خبرگزاری افاق. سازمان هلال احمر از رسیدن 750 تن کمک بشردوستانه از ترکیه به کابل خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها روز سه شنبه 3 اود 750 تن کمک اضطراری با قطار خیریه از ترکیه به کابل رسیده است. در همین حال عمر مانو مشاور سفارت ترکیه در کابل که این کمک ها را به معاون وزارت صحت عامه تحویل داده گفته است که مردم افغانستان از گذشته در کنار مردم ترکیه بوده و حالا مردم ترکیه در شرایط سخت و بحرانی آنها را تنها نمیگذارند و در کنار مردم افغانستان خواهند بود. آقای مانو تصریح کرده است که در این قطار مواد کمکی مختلف وجود دارد و ترکیه این کمک ها را به 34 ولایت افغانستان خواهد رساند. وی همچنین افزوده که این کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، پوشاک زمستانی، تجهیزات پزشکی، ویلچر، اسباب بازی و لوازم صحی است. وزارت صحت طالبان این کمک ها را تسلیم شده و از همه نهادهای امدادرسان خواسته تا به بخش صحت در افغانستان کمک کنند. طالبان برای ایجاد یک ارتش بزرگ در افغانستان تلاش میکنیم. برخی گزارش ها کی است که طالبان برای ایجاد ارتش بزرگ در افغانستان از نظامیان سابق استفاده خواهد کرد. با گزارش اسپوتنیک، لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون پاکسازی طالبان از عزم این گروه برای ایجاد یک ارتش قوی و بزرگ در افغانستان با توجه به نیازها و منافع ملی افغانستان با استفاده از نظامیان شاغل در دولت پیشین سخن به میان می آورد. در حالی که برخی از مقامات طالبان جذب مجدد نظامیان سابق را مردود اعلام کرده بودند، چند روز پیش رسانه های افغانستان از انتصاب 2 افسر عالی رتبه ارتش در دوران دولت اشرف غنی در بهداری وزارت دفاع تحت کنترل طالبان خبر دادند. حکیمی در بخش دیگر از سخنان خود از تعمیر و راه اندازی نیمه از 81 فروند بالگرد و هواپیماهایی که توسط نظامیان آمریکایی حین خروج از افغانستان از کار انداخته شده بودند خبر داد. رئیس کمیسیون پاکسازی طالبان تصریح کرد نیروهای این گروه در جریان تسلط بر افغانستان بیش از 300 هزار سلاح سبک، 26 هزار سلاح سنگین و حدود 61 هزار موتر زرهی نظامی را در اختیار گرفتند. امریکایی ها پیش از خروج شتابزده‌شان از افغانستان به نابودی مقادیری از تسلیحات و تجهیزات ارتش امریکا در این کشور اقدام کردند، اما به گفته طالبان این گروه بخش از این تجهیزات و تسلیحات بر جای مانده را بازسازی کرده است. عقب نشینی شتابزده و بدون برنامه‌ریزی امریکا از افغانستان همزمان با قدرت گرفتن طالبان در این کشور انتقادهای زیاد را به دنبال داشته است. بسته 32 میلیون دلاری کمک های نقدی به کابل رسید. بانک مرکزی اعلام کرده است که 16 بسته 32 میلیون دلاری کمک های نقدی سازمان ملل متحد به کابل رسیده است. با گزارش اسپوتنیک، بانک مرکزی روز دوشنبه 2 اود با نشر خبرنامه گفته است که این بانک 16 بسته 32 میلیون دلاری کمک های نقدی سازمان ملل متحد را دریافت کرده و آن را به بانک بین المللی افغانستان AIB سپرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تا کنون بیش از 420 میلیون دلار پول نقد از کمک های سازمان ملل متحد به کابل انتقال داده شده است. در خبرنامه بانک مرکزی از تداوم روند همکاری نقدی در کشور ابراز قدردانی شده و از کشورهای کمک کننده خواسته شده است که مراودات بانکی افغانستان را تسهیل کند تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان منجمد
و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی محدود شد. این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی مواجه کرده است. از سوی هم آمریکا اخیراً از 7 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آن کشور نگهداری می‌شد، 3.5 میلیارد آن را به عنوان غرامت برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده است. خبرهای از جبهه مقاومت. قمندان وزیر شتل در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: استخبارات جبهه مقاومت ملی دو هفته قبل از حمله احتمالی چرخبال نظامی طالبان بر مواضع نیروهای مقاومت در پنجشیر اطلاع داده بودند. نیروهای مقاومت دو هفته قبل برای دفع حملات چرخبال‌های طالبان در پنجشیر آمادگی کامل داشتند. نبی‌زاده در صفحه رسمی تویتر خود چنین نگاشته است: مقاومت پروان در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی برای یک پایگاه طالبان در منطقه عشق آباد شهرستان جبل‌سراج 7 طالب کشته، 2 طالب زخمی و 16 میل سلاح مختلف النوع و تجهیزات جنگیشان غنیمت گرفته شد. قابل تذکر است که در جیب تمامشان تذکره پاکستانی نیز موجود بوده است. گزارش از خبرهای جهان. بحران اوکراین، آمریکا، فرانسه و آلمان با هم مشوره میکنند. ریاست جمهوری فرانسه میگوید که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز 22 فوریه روی بحران اوکراین با هم مشوره میکنند. ریاست جمهوری فرانسه گفته است که این مشوره در مدت چند ساعت آینده صورت خواهد گرفت، اما مقامات آمریکایی تاکنون در خصوص این نشست مشورتی نیز نگفتند. در این حال، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت که رئیس جمهور بایدن مایل است در هر زمان و در هر قالب برای جلوگیری از جنگ در اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. آقای بلینکن به سی ان ان گفت که موضوع تهاجم روسیه بر اوکراین کاملا جدی است و ما در پرتگاه یک تهاجم قرار داریم. با آن هم وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که تا زمانی که تانک وارد نشده و تیاره ها پرواز نکردند، آمریکا از هم فرصت و هم و هر دقیقه برای به کار انداختن دیپلماسی جهت متقاعد کردن روسیه از انجام تهاجم استفاده خواهد کرد. این در حالی است که آقای مکرون صبح روز برای 105 دقیقه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف جلوگیری از تهاجم نظامی کشور بر اوکراین از طریق تلفن صحبت کرد. دفتر ایمانوئل مکرون گفته است که ممکن رئیس جمهور مکرون با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا، ماریو دراکی صدر اعظم ایتالیا و سایر شرکای نزدیک فرانسه نیز در این خصوص تبادل نظر کنند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. شب و روزتان خوش.